اعلام موجودیت شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی. اعتصاب کسبه سمیروم در اعتراض به اتهام‌های سنگین به زندانیان سیاسی، اوجگیری فضای اعتراضی علیه اعدام‌ها و هک سرورهای نهاد ریاست جمهوری حکومت اسلامی و افشای اسناد محرمانه و خیلی محرمانه حکومتی. با ما همراه باشید. سلام میکنم به همه شما بینندگان گرامی. برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید رو ملاحظه میکنید. من شیرین شمس هستم. امروز سه‌شنبه 9 خرداد 1402 در ابتدای برنامه میخوام بپردازم به بیانیه اعلام موجودیت شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی که شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری، زنان و جوانان فراخوان دهنده اعتراضات سراسری. در این بیانیه آمده در بیش از 8 ماه گذشته از انقلاب زن، زندگی، آزادی، تمام قوای ما را برای ایفای نقش مثبت و رو به جلو در راستای پیروزی انقلابمان به کار گرفتیم. ما تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری زنان و جوانان سهم کاملا مشهود و قابل ملاحظه‌ای در سازماندهی اعتراضات سراسری و فراخوان‌های حداقل ماهی یک بار برای پیشروی انقلاب داشته‌ایم. به یمن فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، مدارس و سطح شهرها از طریق سازماندهی تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی، پخش تراکت، شعار نویسی و برچسب نویسی، اشاعه وسیع‌تر بی‌حجابی سراسری، آویزان کردن بنر روی پل هوایی، شعاردهی شبانه، سازماندهی گروه‌ها و تشکل‌های مبارزاتی و اشکال مختلف و متنوعی از اعتراضات جمعی و فردی تا نمایندگی کردن انقلابمان با مواضع سیاسی انسانی، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سکولاریستی و مدرن، در کنار بخش‌های فعال دیگر جامعه آتش انقلاب زن، زندگی، آزادی را شعله‌ور و فروزنده نگه داشته‌ایم. حال ما در مرحله‌ای قرار داریم که برای پاسخ به ضرورت‌های این دور از انقلابمان نیاز به اعلام یک شبکه سراسری داریم تا بتوانیم هم از نظر جهتگیری سیاسی و هم از منظر سازماندهی سراسری تر در انقلاب بیش از آنچه تا کنون تلاش کرده ایم انقلاب را به پیروزی نزدیک کنیم. لذا در عین استقلال تشکلها، نهادها و گروههایمان که در طول 8 ماه گذشته در کنار هم فعالیت مشترک داشته و به 50 تشکل مشهور بوده ایم، به مثابه سلول‌های این شبکه سراسری عمل خواهیم کرد. ما در قامت یک شبکه سراسری از تشکل‌ها و نهادهای مختلف اعلام موجودیت کرده و ادامه فراخوان‌های اعتراضات سراسری و فعالیت‌های مشترکمان را تحت عنوان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی، شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری زنان و جوانان پیش می‌بریم. ما از تمام تشکل‌ها، نهادها و جمع‌های موجود که دل در گرو جامعه‌ای آزاد، برابر، سکولار، مدرن و مرفه برای همگان با رعایت منزلت انسانی برای تمام بخش‌های جامعه بدون هیچ استثنایی دارند، دعوت می‌کنیم با پیوستن به این شبکه سراسری زمینه پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی را بیش از پیش فراهم سازند. شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی.
سه‌شنبه 9 خرداد 1402. سپاس که با ما هستید بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. بیانیه اعلام موجودیت شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی رو ملاحظه کردید. اتاق فرمان میریم، برمیگردیم، برنامه پخش مستقیم رو با شما بینندگان گرامی ادامه خواهیم داد. برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید هستید. ادامه اعدام‌ها در زندان‌های مختلف کشور ادامه داره. به بهانه‌های مختلف به طور ویژه اعدام زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر و همچنین خطر اعدام بالای جوانانی هست که همچنان در زندان هستند. از بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی و در پی پرونده سازی های جمهوری اسلامی که یک نمونش رو ملاحظه کردید، مجاهد کورکور هست که در متأخرترین مورد مادر مجاهد کورکور مجدداً از مردم درخواست استمداد کرده. از طرفی فضای سرکوب مانع از تداوم فضای اعتراضی و پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی نشده. امروز سه‌شنبه 9 خرداد کسبه و بازاریان سمیروم در اعتراض به احکام سنگین زندانیان سیاسی به طور مشخص حکم محاربه دو برادر فاضل بهرامیان و مهران بهرامیان دست به اعتصاب زدند. گزارشاتی می‌بینیم از اعتصاب کسبه و بازاریان سمیروم. و ما درخواست خانواده های بازداشت شدگان، خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های افرادی که خطر اعدام بالای سر اونها هست همچنان ادامه داره. در گزارش تصویری بعدی استمداد مادر مجاهد کورکور رو میبینیم که خواسته به یاری این خانواده بشتابید و نجات فرزندش. سلام و دریال گویل ما مادر مجاهد کورکور کرم بیگناه، هیچ کسی شاکیس نیرو بیگناه، خدا شاهد شو روزم سیاه کمکم بکنه.
همونطور که در برنامه‌های قبلی هم منعکس کردیم، بیش از 80 نفر از خانواده‌های دادخواه در ایران طی یک بیانیه مشترک اعتراض کردند به اعدام‌ها و گفتند که دیگر نمی‌گذاریم عزیزان ما را بکشید. اما متأخرترین فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی مربوط میشه به فراخوان اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها در روزهای 10 و 12 خرداد. در این فراخوان این گونه آمده که اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها به یاد جان باختگان راه آزادی و برای نجات جان محکومین به اعدام و در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی صورت می‌گیرد. در این بیانیه تأکید شده که باید مانند حجاب اجباری درباره اعدام‌ها هم حکومت را به عقب برانیم. در این فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی تأکید شده که جمهوری اسلامی در کمال وقاحت و جنایتکاری طی هفته‌های اخیر موج سرکوبگران جدیدی از اعدام‌ها را آغاز کرده، گویی که صدای بلند شعار ما را نشنیده که فریاد زدیم چه دار باشه چه زندان ایستاده ایم تا پایان. این امر با واکنش اعتراضی مردم خشمگین در شهرهای مختلف و به نوعی یک مبارزه هر روزه علیه این احکام و اجرای آنها روبرو شده، به نحوی که دانشجویان در دانشگاه، دانش آموزان، زنان و جوانان انقلابی و پیشرو در محلات مختلف سراسر کشور، خانواده های دادخواه، معلمان، کارگران، بازنشستگان و در یک کلام تمامی بخش های معترض جامعه با همیاری یکدیگر خواهان پایان یافتن اعدام این قتل عمد حکومتی هستند. ما تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی، گروه‌های مبارزاتی شهری زنان و جوانان انقلاب زن زندگی آزادی معتقد هستیم که مجازات اعدام در جامعه انسانی جایگاهی ندارد و نباید به اجرا درآید. از همین روی در روزهای پیش رو تصمیم داریم فراخوانی برای اعتراض سراسری دیگری با یاری تمام همراهان و مبارزان سراسر کشور اعلام کنیم. فراخوان ما به همه انقلابیون زن زندگی آزادی، مردم همبسته، مبارز و آزادی خواه سراسر کشور، تجمعات اعتراضی، راهپیمایی، تظاهرات و تسخیر خیابانها و میادین اصلی شهر در اعتراض به اعدامها برای نجات جان تمام عزیزانی است که خطر اعدام تهدیدشان می کند و دادخواهی تمام مبارزین کشته شده راه آزادی و همچنین گرامی داشته یاد تمام جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی. چهارشنبه 10 خرداد ساعت 10 شب به دلیل تغییر چند باره زمان بازی فوتبال، اگر مجدداً زمان بازی تغییر پیدا کرد، چهارشنبه بعد از بازی فوتبال فینال جام حذفی بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس، جمعه 12 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر همزمان با 40مین سالگرد قتل عام معترضین در مهاباد توسط نیروهای جمهوری اسلامی و در ادامه ساعت 8 تداوم اعتراضات. ما همچنین از همه ایرانیان آزادیخواه و تمام احزاب، سازمانها، تشکلها، نهادهای مردمی و انسان دوست در سراسر جهان می‌خواهیم یاد جانباختگان انقلاب و به خصوص اعدام شدگان را گرامی داشته و علیه حکومت اعدام و شکنجه و برای نجات جان محکومین به اعدام تجمعات وسیع اعتراضی سازمان دهند. شنبه 13 خرداد برابر با 3 ژوئن در سراسر دنیا، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، مرگ بر حکومت اعدامی، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی، زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی. فراخوان 10 و 12 خرداد، فراخوان دهندگان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی، خرداد 1402. با ما همراه باشید بینندگان گرامی. بیانیه شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی برای فراخوان 2 روز اعتراضات سراسری علیه اعدام‌ها و سرکوب‌ها را ملاحظه کردید.
یک میان برنامه کوتاه میبینیم از اکت‌های اعتراضی در این رابطه. برمیگردیم به استدیوی پخش مستقیم. در این بخش برنامه حمید تقوایی با ما همراه شدن، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم حمید تقوایی، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. متشکرم. با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. حمید تقوایی، ما امروز شاهد اعتصاب کسبه سمیروم در اعتراض به اتهام‌های سنگین به زندانیان سیاسی بودیم و همچنین فراخوانی که همین الان منعکس شد از طرف شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی برای 2 روز اعتراض علیه اعدام. و در کنار همه اینها ما شاهد اعتراضات بازنشستگان، دانشجویان، زنان سر مسئله بی‌حجابی سراسری و گسترش و همچنین در عرصه‌های مختلف کارگران هستیم. به نظر شما فضای سیاسی به طور مشخص علیه اعدام‌ها و علیه سرکوب‌ها چطور داره پیش میره؟ خب من ابتدا باید به این نکاتی که شما گفتید این هم اضافه کنم که همین چند روز قبل یک بیانیه به امضای 80 بیش از 80 نفر از مادران و خانواده اعدامی‌ها، دادخواهان منتشر شد که اون هم باید در همین چارچوب خیزش و گسترش اعتراض عمومی علیه اعدام ها بهش نگاه کرد. به نظر من جمهوری اسلامی خب اعدام رو به کار گرفته برای اینکه روشنه، برای اینکه مردم رو مرعوب کنه، برای اینکه انقلاب رو به عقب بکشونه، ولی این داره به عکس خودش تبدیل میشه و شده، یعنی یک اعتراض گسترده الان علیه اعدام ها هست. کمتری گفتید اعتصابات مغازه‌داران هم علیه اعدام ها شروع شده و همچنین فراخوان ها، تظاهرات ها و تجمعات هم در شهرهای مختلف و هم در خارج از کشور. در کنار این فقط هم مسئله اعدام نیست، کلن تظاهرات، اعتراضات شبانه، شاردهی های شبانه، تظاهرات ها و مبارزات مثلا بازنشستگان، معلمان و غیره ادامه داره و گسترده تر هم شده. جامعه یک پارچه در جوش و خروشه و توسل حکومت به اعدام تنها تونسته آتش خشم مردم رو شعله ورتر کنه و اعتراضات رو گسترده تر کنه و باید امیدوار بود که این مبارزات پیش بره، همونطور که شما هم اشاره کردید، همونطور که در مبارزه علیه حجاب این خاکریز رو از دست حکومت خارج کردین و الان بی‌حجابی به یک امر گسترده و عمومی سراسری تبدیل شده، کاری بکنیم که رژیم در عرصه اعدام هم عقب بشینه و جرأت نکنه که احکام اعدام صادر کنه و به این جنایت ها ادامه بده. خیلی متشکرم حمید تقوایی. در رابطه با اعتصابی که صورت گرفته، این گفتمان چقدر میتونه در شهرهای مختلف به عمل به پیوند گفتمان اعتصاب در اعتراض به اعدام ها، احکام سنگین زندانیان سیاسی و همچنین چقدر مهمه که این فراخوانی که الان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی صادر کرده برای 12 و 10 خرداد برای اعتراضات سراسری علیه اعدام ها با جمعیت بیشتری صورت بگیره و در این حال اعتصاب هم به موازات اون در واقع صورت بگیره، این از نظر سیاسی چقدر اهمیت داره و از نظر اینکه چقدر این به وقوع پیوستنش الان پیش زمینه هاش آماده است؟ درسته که فرصت ها خیلی کوتاه هست، ولی چه پیش زمینه ای آماده هست برای اینکه این اعتصابی که در سمیروم صورت گرفته در شهرهای مختلف تکثیر بشه همزمان با این فراخوان 2 روزه اعتراضات سراسری؟ خب ببینید، ما همیشه بر 2 حرکت اصلی اعتراضی تاکید داشتیم، یکی تجمعات و تظاهرات و اعتراضات خیابانی بود، یکی هم اعتصابات.
بلان خوشبختانه علیه اعدام ببینیم هر دو عرصه فعالتر از گذشته به میدون اومدن. اینو باید توجه داشت که جامعه همیشه در حال اعتراض بوده، بخصوص در این 8 ماه اخیر روزی نبوده که اعتراضی به اشکال مختلف شکل نگیره در شهرهای مختلف. مثلا این است که با مسئله اعدام ها خاص لغو مجازات اعدام، محکوم کردن مجازات اعدام و کلا احکام اعدام، نجات عزیزانی که الان در خطر اعدام قرار دادن، اینها هم باید به خواستهای مبارزاتی و اعتراضاتی که فعلا وجود داره اضافه بشه. ببینید کارگران نفت، کارگران بخش‌های مختلف، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان در بخش‌های بازنشستگان، اینها همه دارن منظما اعتراض میکنن، در خیابون هستن. باید تلاش کرد که پرچم مبارزه اعدام به اینها اضافه بشه، این هم تبدیل بشه به یک اولویت، یکی از خواستای مهم اعتراضات مردم. همونطور که شما گفتید الان این شبکه زن زندگی آزادی که این فراخوان رو داده، ما هم خب مثل همیشه با تمام قدرت از این پشتیبانی میکنیم. خود شما در این تلویزیون مدام این فراخوان رو روش صحبت کردید، تکرار کردید، تاکید کردید. من اشاره کردم که بیانیه از جانب بیش از 80 فعال جامعه دادخواهی و خانواده اعدامیان و خانواده دادخواهان منتشر شده، اون رو هم ما با تمام قدرت حمایت میکنیم و باید مدام برش تاکید کنیم. اینها همه به نظر من اجزای مختلف یک مبارزه واحدی هستند که در مجموع خودشون انقلاب زن زندگی آزادی رو مشعلش رو روشن نگه میدارن، به پیش میبرن، تعمیق میکنن، گسترش میدن و عرصه‌هایی هستن که در نهایت ما میدونیم در نهایت با سرنگونی کل این حکومت این خواستای انسانی ما قابل تحقق و اینا نبردهایی هست همه در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم که با ما بودید حمید تقوایی در این برنامه پخش مستقیم. تشکر میکنم. بینندگان گرامی همراه ما باشید، همچنان برنامه پخش مستقیم رو ادامه میدیم با خبری که نگرانی های بسیار زیادی رو ایجاد کرده در کنار نگرانی از اعدام در زندان های جمهوری اسلامی و اون مسئله افزایش قیمت بنزین هست که طبق گزارشاتی که در چند روز گذشته منعکس شده تحت تدابیر امنیتی این افزایش بنزین صورت خواهد گرفت. طرح افزایش قیمت بنزین در ایران گفته شده که وارد فاز اجرایی شده و به زودی بنزین سنرخی وارد چرخه اقتصاد ایران میشه. همزمان همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح جدید بنزین گفته شده که در حکومت در حال آماده باش هستند. رسانه‌های وابسته به حکومت هم گزارشاتی منتشر کردند مبنی بر اینکه میزان خشم در جامعه به دنبال گرانی و تورم افسارگسیخته در ایران در حال افزایش بوده و آستانه تحمل و تاب‌آوری مردم به شدت کاهش یافته که در نفس این گزارشات به نوعی هشدار به حکومت جمهوری اسلامی دیده میشه. با ما همراه باشید در همین رابطه میخوایم بریم به اعتراضاتی که امروز سه‌شنبه 9 خرداد 1402 صورت گرفته نگاهی داشته باشیم و اون اعتراضات بازنشستگان مصر و بازنشستگان شوش هست. بازنشستگان مصر مقابل نهاد ریاست جمهوری اعتراض کردند و بازنشستگان شوش هم در تجمعشون شعارهایی علیه وضع موجود سر دادند. حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه.
بزن، حقت رو فریاد بزن. در همین رابطه اینجا میخوام اشاره‌ای داشته باشم به نامه سرگشاده کارگران، معلمان و تشکل‌های مختلف کارگری ایران به شرکت کنندگان در 111مین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ژنو که 15 خرداد 1402 5 ژوئن 2023 برگزار خواهد شد. در این نامه سرگشاده آمده ما امضا کنندگان این نامه هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در 111مین اجلاس سازمانی جهانی کار را مورد خطاب قرار می دهیم و توجه آنها را به سرکوب اعتراضات کارگران و مردمی در ایران جلب می کنیم. طی سالیان گذشته به خصوص در 2 سال اخیر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم به ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده است. قتل مهسا ژینا امینی در شهریور ماه سال گذشته آتشی بر خشم مردم از این همه بی‌تأمینی و زندگی فلاکتبار زد و جنبش زن زندگی آزادی برآمدی از این اوضاع و علیه کل بساط فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم است. اما جای بسی تأسف است که پاسخ اعتراضات برحق ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان و فعالین دفاع از حقوق کودک و ما مردم چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است. از جمله در طول این جنبش عظیم مردمی چندین هزار از مردم دستگیر و زندانی شدند که در میان آنان کودکان و دانش آموزان هم دیده می شوند. همچنین بر اساس آمارها دست کم 500 نفر به قتل رسیدند. در همین راستا در 2 سال اخیر فعالین کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالین اجتماعی و تشکل‌های صنفی مورد بیشترین سرکوب‌ها قرار گرفتند. لیست شماری از این زندانیان عبارتند از کارگران و فعالین مدافع حقوق کارگر زندانی، کمال کریمی، شادمان عبدی، عبدالله خیرآبادی، سیروان محمودی، اقبال پیشکاری، هاجر سعیدی، خبات محمودی، حبیب الله کریمی، رضا شهابی، آرش جوهری، حسن سعیدی، نسرین جوادی، میلاد رابعی، عباس دریس، اسد مفتاحی، پیمان سالم، عرفان کهزاد، داوود رضوی، کیوان مهتدی، مهران رؤوف، سپیده قلیان، ابوالفضل غسالی و غیره. معلمان زندانی: رسول بوداغی، اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی، عزیز قاسمزاده، انوش عادلی، محمود صدیقی پور، فرزانه ناظرانپور، هاشم خواستار، مهدی فتحی، حسین رمضانپور، امید شاه محمدی، محمد قناتی، فرزاد صفیخانپور، فاتح عثمانی، ناهید شیرپیشه، محمد حسین سپهری، غلامرضا عسقری، زینب همرنگ، جواد لعله مهدی. در کنار این افراد همکنون شماری از زنان معترض به جرم نداشتن حجاب و نیز دانش آموزان، دانشجویان و فعالین سیاسی دیگر که بخش عمده آنها از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی هستند در زندانند. همین لیست طویل نشان می‌دهد که در ایران چه خبر است و چگونه پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی مردم نقض می‌شود. از جمله حاکمیت آپارتاید جنسی و سرکوب زنان با چماق حجاب هم در سطح اجتماعی و هم در محیط‌های کار آنها را زیر بیشتر فشار و سرکوب قرار داده است. از همین رو یک محور خیزش مردمی 8 ماه کنونی دفاع از حقوق زن است که خود را در شعار زن، زندگی، آزادی بیان می کند.
ما امضا کنندگان این نامه به عنوان بخشی از یک جنبش عظیم اجتماعی در حال غلیان و نیز به مثابه بخشی از جنبش کارگری معترض علیه وضع موجود تلاش می‌کنیم که صدای این جنبش صدای اعتراض همه کارگران و مردم معترض ایران باشیم. در این نامه سرگشاده آمده ما از هیئت‌های نمایندگی اتحادیه‌های شرکت کننده در این اجلاس درخواست داریم که این سرکوبگری‌ها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکلیابی مستقل و حق برپای تجمع و اعتراض که پایه‌ای ترین حقوق مردم در هر جامعه‌ای هست را محکوم کنند. ما از هیئت‌های نمایندگی کارگری شرکت کننده در اجلاس همچنین می‌خواهیم که سرکوب تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و اعضای آنها توسط دولت ایران را محکوم کنند. ما از نمایندگان کارگری حاضر در کنفرانس بین المللی کار می‌خواهیم که اعتراض خود نسبت به اقدامات سرکوبگرانه را به هیئت نمایندگی دولت ایران اعلام کنند. این هیئت‌ها ما کارگران، ما معلمان و ما مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند. نمایندگان اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده از ایران نمایندگان تشکل‌های دولت ساخته هستند. ما همچنین به مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی و سرکوبگری‌هایش اعتراض داریم. در پایان ما امضا کنندگان این نامه به طور مشخص از هیئت‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار درخواست داریم موارد فوری ذیل را به صورت ویژه در دستور کار اجلاس قرار داده و مصرانه تقاضا داریم که در راستای تصویب و اجرایی کردن آنها تمام تلاش خود را به کار ببندند. الف رفع فوری و بی قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران و آزادی تمامی کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی زندانی و دستگیر شدگان جنبش زن زندگی آزادی و همه زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها. ب اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیئت این حکومت برای شرکت در اجلاس. امضا کنندگان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت ارکان سالس، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، مدافعان لغو کار کودکان، خرداد 1402، مه 2023. ممنون که همراه ما هستید بینندگان گرامی. اینجا نگاهی خواهیم داشت بر گزارشات شهروندان از گرانی و تورم که خودش رو در اقلام خوراکی نشون میده. با ما همراه باشید. 70 دونه سیب 70,000 تومان. آیا بدون میوه یه آدم بازنشسته میتونه زندگی کنه؟ همچنین گزارش دیگری رو میبینیم از پایین اومدن قدرت خرید مردم که خودش رو در کسادی بازار نشون میده. به طور مشخص گزارش تصویری به دست ما رسید از کسادی بازار در مشهد. امروز هفته 3402 روز یک شنبه، وضعیت بازار ساعت 12 ظهر. متاسفانه اینقدر وضعیت اقتصادی کشور این جمله‌ای که خامنه‌ای گفت مسلسل محال تورم و رشد تولید، ولی نقل محکوسش میشه رشد تورم و محال تولید. دقیقا اون اتفاق داره میفته. سپاس که با ما هستید بینندگان گرامی. در این بخش برنامه شهلا دانشور با ما همراه میشن، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم شهلا دانشور، خوش آمدید به این برنامه پخش مستقیم.
متشکرم منم به شما و بینندگان گرامی برنامه سلام دارم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. شهلا دانشور، گرانی و تورم بیش از پیش طاقت فرسا شده و ما داریم میبینیم که افزایش قیمت بنزین هم که گفته شده در ایران وارد فاز اجرایی شده، نگرانی های بسیار زیادی رو ایجاد کرده. همزمان گفته شده که این طرح افزایش قیمت بنزین با تدابیر امنیتی صورت میگیره. گزارشاتی هم همین امروز رسانه های وابسته به حکومت در داخل ایران منتشر کردن مبنی بر اینکه آستانه تحمل و تاب‌آوری مردم به شدت کاهش یافته و یکی دلیلش گرانی و تورم افسار و گسیخته هست که این آستانه تحمل رو به شدت پایین آورده. به نظر شما الان این افزایش قیمت ها تورم و گرانی افسار گسیخته و همین گزارشاتی که در داخل حکومت داره به نوعی هشدار میده به حکومت، از نظر سیاسی فضای سیاسی رو داره به کدوم سمت میبره؟ خب به نظر من این آتش بیشتری میزنه بر خشم مردم، بر اعتراض مردم، مردمی که شعار دادن فساد گرانی میریم تا سرنگونی، فقر فساد گرانی میریم تا سرنگونی، یک شعار اعتراضی مردم در این 8 ماه بوده. الان با گرانی بنزین خب تاثیر خودش بر تمام اجناس دیگه میذاره و این زندگی مردم رو ساقط میکنه. معلومه که مردم اینو نمیپذیرن. بی دلیل نیست که حکومت تمهیدات امنیتی چیده و بسیج نیرو کرده، چون تجربه سال 98 رو داره. سال 98 هم اگه خاطرتون باشه با گرانی بنزین شروع شد و بعد دیدیم که چطور اعتراضات در 20 استان در 100 شهر به پا شد و جمهوری اسلامی برای همین حتی وحشت داره بگه 20% 300% افزایش پیدا کنه، گفته سه نرخ است و با یه سری تمهیدات یه ده حتی تو خود حکومت اینو تکذیب کردن، در حالی که همین امروز در جاهایی مثل ارومیه و مثل کیش با کارت سوخت اجرایی شده. خب اینا نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر وحشت داره. خودشون تو نشستاشون مرتبا از ریزش نیروشون میگن و تو در رابطه با همین طرح جنجال و دعوا در میان حکومت بسیار بالاست. بنابراین به نظر من جامعه میره به طرف اعتراضات گسترده تر. ببینید همین الان یک شعار اعتراضات وسیع جامعه بازنشستان، معلمان، بخش‌های مختلف همینه. مسئله تورم، گرانی، بلای جان مردم، حقوق ما ریالیه و هزینه ها دلاریه. همین الان گزارشی که از بازنشستگان پخش کردید در شوشتر دقیقا همینه. بازنشستگان یه نیروی گسترده و عظیم مبارزه تو جامعه هستن. ببینید فروش بنزین به قیمت گرانتر خیلی از مردم به خاطر بیکاری مسافر این برونور میکنن، کار دوم انجام میدن با این کار. این صدمه بزرگی میزنه به زندگی مردم مستقیما، از طرف دیگه هم تاثیر مستقیمش رو گرانی های بیشتر میذاره و یه فاجعه است. و اون تو دل این شرایط که ما میبینیم کارگران چنین ایستادن و بیانی هایی میدن، منشور میدن، نامه سرگشاده به سازمان جهانی کار میدن، کیفرخاص اعلام میکنن، خانواده ها همینطور، تو این شرایط معلومه که چه هزینه سنگینی برای این حکومت خواهد داشت. و به نظر من ما با گسترش اعتراضات مردمی روبرو خواهیم بود و طبقه کارگر قدرتمندتر، وسیع‌تر و با اعتصاباتش به نظر من جلو میاد. راه دیگه ای جز این نیست و ما داریم توی فراخوان ها دقیقا همین رو مشاهده میکنیم. ممنون از شما شهلا دانشور. شما در صحبتتون به 3 نکته اشاره کردید، مشخصا گسترش اعتراضات مردمی، اعتصابات و فراخوان هایی که داده میشه. همین امروز در همین برنامه فراخوانی منعکس شد از طرف شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی برای 2 روز اعتراضات سراسری علیه اعدام ها، چهارشنبه 10 خرداد و جمعه 12 خرداد. به نظر شما چقدر باید از این فرصت ها استفاده کرد برای اعتصاب کردن و برای اعتراض کردن؟ به طور مشخص این اعتراضات و فراخوان ها سر مسئله اعدام هست. امروز در سمیروم سر احکام سنگین زندانیان سیاسی اعتصاب شده. چقدر جا داره که از این فراخوان 2 روزه با
به عنوان فرصتی برای اعتراض به گرانی ها، به تورم کمرشکن استفاده بشه. هر کسی که اعتراض داره که الان شامل اکثریت مردم ایران هست، به این فراخوان بپیوندد و همزمان علیه اعدام و علیه گرانی ها و تورم به خیابان ها بیان و در عین حال اعتصاب عمومی در رابطه با مسئله گرانی ها و تورم هم صورت بگیره. به نظر شما چقدر فضا آماده است و این دو روز فراخوان اعتراضی چقدر این فضا رو مهیا میکنه؟ ببینید، هم فضا آماده است، هم راه دیگه جلوی مردم نیستش. تعرض حکومت رو باید با گسترش اعتراض پاسخ داد. جمهوری اسلامی اعدام ها رو به راه انداخت برای اینکه انقلاب عقب بزنه، برای اینکه یه طرحی مثل همین طرح گرونی بنزین رو بیاره جلو، برای اینکه طرح استاد شاگردیش رو بیاره بیرون، به خاطر اینکه نظر اقتصادی به گل نشسته. جمهوری اسلامی خب تو نشستشون، نشست سران سپاه با خامنه‌ای دیده دیگه، بحث اینکه حقوق و پول بیشتری به مزدورانشون بدن فرار نکنن. این پول رو از کجا میخوان بدن؟ این پول رو از سفره مردم میدازن؟ این پول رو با تعرضاتشون به زندگی و معیشت مردم میخوان تامین کنن؟ این پول رو میخوان مستقیما صرف سرکوب جامعه بکنن؟ به همین دلیل روز اعتراض علیه اعدام ها در واقع گرفتن این ابزار از دست حکومت که به جامعه تعرض کنه، به معیشت مردم تعرض کنه. و در این حال خب جامعه یک جواب محکمش اینه که سرکوب اعدام فایده نداره، ما انقلابمون رو ادامه میدیم و ما خواستامون رو داریم و ما معیشتمون رو میخوایم، ما یه زندگی انسانی میخوایم و اجازه نمیدیم قرانی از سفره ما کم بشه. و همین دلیل از این دو روز باید اتفاقا استفاده کرد، هم علیه اعدام ها به عنوان صدای اعتراض کل جامعه و علیه سرکوبگری ها و گرفتن و ابزار از دست حکومت، و هم ایستادن در مقابل تعرضات معیشتی حکومت. و بنابراین انتظار میره با اعلام اعتصاب، با اعلام پیوستن به این روز، با اعلام تجمعات، این حرکت رو به یک حرکت مهم و به یک نقطه عطف جدیدی تبدیل کرد. بازنشستگان که مرتب هم تجمع میکنن، امروز تجمع داشتن، دیروز تجمع داشتن، یک شنبه تجمع داشتن، خب این تجمعات باید تو اون روز هم اعلام فراخوان به تجمع بدن. همون گونه که قبلا هم ما خاطر توجه داشته باشیم، تعداد از تشکلهای کارگری، حقوق زن، مدافع کودک، همینجور تعدادی از دادخواهان سه روز اعتراض رو اعلام کردن، سه روز اعتراض تو سطح جامعه، گفتن به هر شکلی که میتونید اعتراض کنید. و خب چه بهتر الان دو روزش اعلام شده این هفته، اونم درست تو اوضاعی که بحث گرونی بنزین است، درست تو اوضاعی که چنین تعرضی به جامعه در تدارک هستش. خب معلومه باید وسیع هم پیوست، شوخی بردار نیست و اینها لحظات مهمی از تداوم انقلاب ماست و باید برای اون آماده بود و با گستردگی توی شرکت کرد. خیلی متشکرم از شما شهلا دانشور که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. منم متشکرم. بینندگان گرامی همراه ما باشید. فراخوان رو من یک بار دیگه اینجا اعلام میکنم، فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی برای چهارشنبه 10 خرداد ساعت 10 شب در این فراخوان آمده. به دلیل تغییر چند باره زمان بازی فوتبال، اگر مجدداً زمان بازی تغییر پیدا کرد، چهارشنبه بعد از پایان بازی فینال جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس. خب ظاهرا جمهوری اسلامی هم پیش بینی میکنه که بعد از بازی فوتبال اعتراضات شکل بگیره، به همین دلیل بازی فوتبال رو چند بار ساعتش رو عوض کرده و به همین دلیل هست که در این فراخوان تاکید شده که حتی اگر جمهوری اسلامی ساعت بازی رو عوض بکنه، قرار ما زمانی که جمع بشیم در خیابان چهارشنبه بعد از پایان بازی فینال جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس، اما تا قبل از تغییر ساعت بازی، ساعت 10 شب رو مبنا قرار بدیم و
جمعه 12 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر همزمان با 40مین سالگرد قتل عام معترضین در مهاباد توسط نیروهای جمهوری اسلامی و همچنین در ادامه ساعت 8 شب تداوم اعتراضات. این فراخوان هم در ادامه فراخوان‌هایی که در ماه‌های گذشته دیدیم قطعاً میتونه توسط زنان و جوانان، دانش آموزان و دانشجویان مورد توجه قرار بگیره و عموم مردم هم بپیوندند. خانواده‌های دادخواه هم میتونن نقش بسیار تأثیرگذاری در گسترش اعتراضات در این فراخوان 2 روزه داشته باشند و این فراخوان 2 روزه درسته که مشخصاً علیه اعدام‌ها هست، ولی فرصتی است برای اعتراض به همه سرکوب ها، اعتراض به گرانی و تورم، اعتراض به غارت از سفره خالی مردم. همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی یک حکومت 2 سالار مافیایی هستش که دستش تا آرنج تا سفره خالی مردمه و این 2 روز یعنی چهارشنبه 10 خرداد و جمعه 12 خرداد فرصتی هست که مردم در سراسر ایران به خیابان‌ها بیایند علیه اعدام، علیه فقر و فلاکت که جمهوری اسلامی به اکثریت مردم ایران تحمیل کرده. این 2 روز فرصتی هست برای اعتراض سراسری و اعتصاب کردن. اعتصاب کردن در برابر فقر و فلاکت و تورم و گرانی. همین الان دیدیم گزارشی که از مشهد به دست ما رسیده بود، گزارشی از پایین اومدن قدرت خرید مردم بود. گزارش دیگه در رابطه با اقلام خوراکی بود که یک میوه ساده توسط خیلی از خانواده ها امکان تهیهش نیست. خانواده هایی که دیگه از 3 وعده غذا به 2 وعده غذا رسیدن، از 2 وعده غذا به 1 وعده غذا رسیدن، کودکانی که بیشتر دارن به چرخه کار کودک میپیوندند و بسیاری معضلات دیگه سر مسئله فقر و فلاکت. حالا تورم، گرانی افسار گسیخته، خبر از گرانی بنزین هم که میاد نگرانی ها رو چندین برابر میکنه. خود رسانه های حکومتی هشدار دادن که مردم صبر و تحملشون پایین اومده. این پایین اومدن صبر و تحمل نشانه از اعتراضات موجود در جامعه است که این نیروی اعتراضی باید به کف خیابان ها بیاد. فراخوان 4 شنبه 10 خرداد، جمعه 12 خرداد فرصتی است برای اعتراض به اعدام ها و اعتراض به فقر و فلاکت، اعتراض به غارتگری جمهوری اسلامی و دست درازی در سفره خالی مردم. یه گزارش تصویری دیگری میبینیم از فراخوان 12 و 10 و اقدامات اعتراضی در محلات و شهرها برای اطلاع رسانی بیشتر و دعوت از مردم برای پیوستن به اعتراضات در کف خیابان. رها شویم ز طوق بندگی، شب سیاه که ما سحر شود، تمام تا سیانه ها تبر شود، که رو جوانه ها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. فقط تراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخواه.
همان صبح ششم خرداد 1402 درگیری های مسلحانه ای در مرز ایران و افغانستان در گرفته که به گفته طالبان منجر به کشته شدن یک مرزبان ایرانی و یک عضو طالبان شده، اما منابع رسمی جمهوری اسلامی در اطلاعیه بدون اشاره به تلفات گفتند که این درگیری در پی تلاش افراد مسلح ناشناس برای ورود به خاک ایران رخ داده. در این حال مقامات طالبان گفتند که ما هیچ درگیری با کشورهای همسایه نداریم، اما خبرها از طرف مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیار ضد و نقیض هست. در این بخش برنامه سیامک بهاری ما را همراهی میکنن، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم به شما سیامک بهاری، خوش آمدید به این برنامه پخش مستقیم. من صدای شما رو ندارم، فکر میکنم که میکروفون شما باید بسته باشه. پوزش میخوام. سلام به شما و بینندگان عزیز. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سیامک بهاری، خب ما این درگیری ها بین جمهوری اسلامی و طالبان و نیروهاشون رو در مرز داشتیم و این اولین بار نیست در به هر حال این دوره اخیر و مورد قبل تر از این سر حقابه بود. به نظر شما دلیل این درگیری ها چه میتونه باشه؟ خب میدونین همینطور که خود شما گفتید، این دوازدهمین درگیری طی دو سال که طالبان به قدرت رسیدند هست و مداومن با بهانه های مختلف صورت گرفته و در هر دو طرف، دو حکومت اسلامی ضد بشری و ضد همه حقوق انسانی در مقابل هم قرار میگیرن و هر دو دست طولایی دارن در دروغ گفتن، در سناریو سازی برای اهداف خودشون. جمهوری اسلامی امروز از طرف فرمانده هوافضا اعلام میکنه که اصلا این تله آمریکاست که طالبان توی اون افتادن، در حالی که دو روز قبل داشتن میگفتن که موضوع بر سر حقابه است، رود هیرمند، خشک شدن کشتزارها و غیره در این طرف مرز، یعنی در طرف ایران، و همینطور بستن مرزها، بستن مرز میلک، بستن مرز اسلام قلعه، همه اینها رو ما شاهد بودیم. حقیقت ماجرا اینه که هر کدوم از این حکومت‌های اسلامی منافعی دارن و اونها را دنبال می‌کنن، چه اینکه کدوم طرف آغازگر هست و مثلا به فلان پاسگاه حمله می‌کنه یا خط مرزی رو رعایت نمی‌کنه یا قوانین مرزی، این امر ثانویه است. مهم اینه که هر دو طرف منافعی دارن و به همین دلیل در سر مرزها با هم درگیر میشن. هر کدوم دستجاتی دارن که باید اونها رو راضی کنن و در این حال این خط ترانزیت قاچاق مواد مخدر هست که اساسا توسط سپاه پاسداران مدیریت میشه، توسط سپاه قدس مدیریت میشه و این راه بسیار محرمانه و استراتژیک است. آنچه که مربوط میشه به حقابه و جمهوری اسلامی اعلام میکنه، شما شاهد بودید رئیسی در سیستان و بلوچستان طالبان رو تهدید میکرد که این اخطار را جدی بگیرید، در حالی که معاهده حقابه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی علنن و رسمن جمهوری ببخشید امارت اسلامی طالبان رو به رسمیت نشناخته، معاهده جدیدی غیر ممکن هست، یعنی نمیشه کاری کرد. در نتیجه استانداران سیستان و بلوچستان و استانداران آن طرف مرز در ولایت نیمروز قرار شده که با هم مصالحه ای بکنن و هر دو طرف هم میدونن آب الان یک وسیله استراتژیک سیاسی و اقتصادی در دست طالبانه. وقتی که سد کجکی و سد طالبان بازسازی و راه اندازی هم شده بود، همون موقع هم حکومت قبلی اعلام کرد که این بار آب در مقابل تیل، یعنی نفت در سوخت، و این رو بارها اعلام کردن. این وسط مردمی هستند که ذره ای در این درگیری ها منفعتی ندارند و همه مردم چه در این طرف مرز چه در اون طرف مرز میدونن که این حکومت ها ذره ای به منافع مردم مربوط نیستند.
این حقیقت ماجراست که از هر دو طرف در حال کتمان شدن. بله. سیامک بهاری، این مسئله رو نمیشه با فضای سیاسی و اعتراضی داخل ایران مجزا دونست. چطوره که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه واقعاً به هر حال از همه طرف در داخل ایران به طور مشخص در انقلاب زن زندگی آزادی محاصره شده، اما حاضره که در مرزها چنین رفتارها و اقداماتی رو انجام بده، یک نیرو و به هر حال یک سازماندهی هم در مرزها انجام بده، چه نفعی در این، شما از نفعش گفتید، ولی در خود در داخل ایران چه نفعی میتونه برای حکومت داشته باشه، بجز اینکه این حکومتی که الان در داخل ایران مشغول سرکوب کردن هست رو در مرزها گرفتار میکنه؟ طبعا جمهوری اسلامی توان راه اندازی یک بحران و یک جنگ نظامی رو نه با طالبان، با هیچ حکومت دیگری نداره. این حکومت در حال فروپاشیه. اون چیزی که رئیسی در سیستان و بلوچستان به مردم میگفت اینه که این خشکسالی که به خاطر بی سیاستی جمهوری اسلامی و 40 سال استفاده غیر اصولی از منابع آب زیرزمینی شده رو داشت به گردن بسته شدن رود هیرمند و غیره مینداخت. هزاران روستا در سیستان و بلوچستان به خاطر همین سیاست ها خشک شدن. از جانب دیگه ای شما اشاره کردید جمهوری اسلامی با یک خیزش انقلابی روبروه که هر لحظه ابعاد جدیدی پیدا میکنه و مردم بیشتری رو به میدون میاره، نیروهای بیشتری رو به میدون میاره. طالبان هم از موقعی که به قدرت رسیده تا حال حاضر یک اپسیلون نتونسته بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی افغانستان رو ذره‌ای بهبود ببخشه که هیچ بر اونها افسوده. در نتیجه هر دو حکومت به این بحران‌سازی‌های ظاهری احتیاج دارن که نظرها رو به جای دیگری وصل بکنن. در این حال جمهوری اسلامی به خیال خام خودش تلاش میکنه اگر بتونه و امکان پذیر باشه براش سیستان و بلوچستان رو که مرکز اعتراضات هست و جمعه های اعتراضیش کماکان برپا هست و اعتراضات وسیع صورت میگیره، نه تنها در زاهدان، در شهرهای دیگه، اونجا رو به درجه میلیتاریزه کنه که امکان پذیر نیست براش. این مردم، مردم قبل از خیزش انقلابی نیستن و جمهوری اسلامی رو سر جای خودش میشونن. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی درون خودش روبروه، با مردم ایران روبروه. طالبان با یک بحران به شدت از هم گسیخته در درون خودش روبروه که دائما در حال حذف هم دیگه هستن و در این حال در عرصه بین المللی هم هیچ کجا پیروزی به دست نیاورده. اجازه بدید من یک نکته رو اضافه بکنم به این موضوع. ممنون میشم چون مهمان دیگری هم در برنامه قراره که شرکت بکنن. میخوام تاکید کنم که طالبان از بعد به قدرت رسیدنش یکی از بزرگترین حامیانش جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که سفارت افغانستان رو در تهران تحویل طالبان داد. جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که سفیر ثابت در افغانستان داشت و نماینده رسمی خامنه ای در کابل بر سر جای خودش بود. این دو حکومت با هم درگیر میشن. ممکنه این درگیری ها باز هم ادامه پیدا کنه، 12 بار، 13 بار بشه، اما هر دو با مردمی روبرو هستن که هیچ کدوم اینها نمیخوان سر به تن طالبان و یا جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم که همراه ما بودید، سیامک بهاری، در این برنامه پخش مستقیم. بینندگان گرامی، فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی برای اعتراضات سراسری علیه اعدام چهارشنبه 10 خرداد 1402 و جمعه 12 خرداد 1402 هست. یک بار دیگه من اینجا تکرار میکنم که در این فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی آمده که فراخوان ما به همه انقلابیون زن زندگی آزادی، مردم همبسته، مبارز و آزادی خواه سراسر کشور، تجمعات اعتراضی، راهپیمایی، تظاهرات و تسخیر خیابانها و میادین اصلی شهر در اعتراض به اعدامها برای نجات جان تمام عزیزانی است که خطر اعدام تهدیدشان می‌کند و دادخواهی تمام مبارزین کشته شده راه آزادی و همچنین گرامی داشته یاد تمام جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی. چهارشنبه 10 خرداد ساعت 10 شب
به دلیل تغییر چند باره زمان بازی، اگر مجدداً زمان بازی تغییر پیدا کرد، چهارشنبه بعد از پایان بازی فینال جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس، جمعه 12 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر، همزمان با 40مین سالگرد قتل عام معترضین در مهاباد توسط نیروهای جمهوری اسلامی و در ادامه ساعت 8 شب تداوم اعتراضات. با ما همراه باشید بینندگان گرامی. همونطور که مطلع هستید، در برنامه روز گذشته اعلام کردیم حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 1367، در روزهای اخیر در کلاب هاست درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی با نقش ابراهیم رئیسی و حکم خمینی افشاگری کرده و گفته جنایت شد و من با آب زمزم هم پاک نمی شدم. در این بخش برنامه لادن بازرگان ما رو همراهی میکنن، فعال سیاسی و خواهر دادخواه بیژن بازرگان. سلام میکنم به شما لاله بازرگان، خوش آمدید به این برنامه پخش مستقیم. من فکر میکنم که میکروفون شما بسته است، صدای شما رو ندارم. ببخشید. سلام و درود به شما و به همه بینندگانتون. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. لادن بازرگان، صحبت‌هایی که از طرف رئیس وقت زندان اوین در کلاب هاوس شنیده شده، بارها و بارها توسط زندانیان سیاسی سابق، خانواده‌های زندانیان سیاسی، خانواده‌های اعدام شدگان، شاهدان عینی شنیده شده. اما درجه اهمیت این افشاگری‌ها رو شما در چه می‌بینید؟ بله، این افشاگری‌ها خیلی بیشتر از اونچه که باشه دارن بهش اهمیت میدن. در یک کلاب امنیتی با یه سری مودراتورهای امنیتی، این آقا اومده یک سری دروغ و راست رو به هم دیگه بافته و تحویل ما داده. اولا چیزهایی که گفته یک کلمه به دانسته های ما اضافه نکرده، حاضر نشد هیچ حقیقتی رو بگه، نه اسم کسانی که در زندان بودن رو بگه و گفت هم اسم مستعار داشتن، حاضر نشد بگه که عزیزان ما کجا دفن شدن و فقط چیزهایی رو که جان به در بردگان از این جنایت در طول این سالها گفته بودن همون حرفا رو تکرار کرد. این بهش نمیگن افشاگری و یا پذیرفتن مسئولیت. شما وقتی که مسئولیتت رو میپذیری میای و حقایق رو میگیم بخشی از مسئله عدالت انتقالی و روشن شدن حقایق و حقایقی که این آقا به هیچ کدومش اهمیت نداد، کماکان سیاسیه، فقط اومده بود که بگه که موسوی نمیدونسته راجع به این جنایت ها. و من واقعا فکر میکنم که مسئله شون پرورش دادن جبهه اصلاح طلبان ایشون توی کمیته انتخاباتی میرحسین موسوی هم بود و این حرفا، یعنی کاملا با یه خط سیاسی اومدن جلو و قصدشون اصلا روشن کردن حقیقت و یا گفتن واقعیت ها نبوده. بله، همونطور که شما هم گفتید خیلی در رابطه با جزئیات این مسئله صحبت نکرده و نکاتی هم که در اون کلاب هاوس گفته من اشاره کردم از زبان خانواده های دادخواه، شاهدان عینی، خانواده های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی بارها و بارها در این چند سال گفته شده. اما سوال اینجاست که چرا در این مقطع، چرا در سال 1402 رئیس وقت زندان اوین باید بیاد یه همچین حرفایی رو بزنه؟ به نظر شما دلیلش چه میتونه باشه؟ به نظر من دلیلش وحشت از انقلاب زن زندگی آزادیه. این خیزش مردم ایران واقعا همه اینها رو وحشت زده کرده، کما که در طول سخنانش فکر می‌کنم در دقیقه 1 ساعت و 11 دقیقه است یا 1 ساعت و 20 دقیقه است که تقریبا به گریه میفته، میگه من دلم برای این جوانایی که دارن کشته میشن میسوزه که مجاهدین و عربستان میخوان اینو بدزدن ببرن. یعنی کماکان داره لولو خورخوره سر هم میکنه، داره مردم رو میترسونه که اگر که انقلاب بشه مثلا حالا عربستان سعودی میاد میبره یا گروه های دیگه، و اینها قصدشون فقط اینه که صدای مردم رو خفه کنن، مردم رو بترسونن و نگاه ها رو به طرف دیگه‌ای ببرن و اجازه ندن که این خیزش صورت بگیره و این رژیم اهریمنی سقوط بکنه. اما باید جلوی اینجور حرکات بایستیم. خب شما فکر میکنید که با توجه به این که این صحبت ها به نوعی به نظر میرسه که میخواد خودش رو
حالا حسین مرتضوی زنجانی به طور مشخص مبرا بکنه از جنایاتی که در اون سالهای مشخص رخ داده. آیا به نظر شما با توجه به این صحبتها میشه این شخص رو از اون جنایات مبرا کرد و این تصور رو بتونه در افکار عمومی ایجاد بکنه که دستی در این جنایت نداشته یا کسانی که در اون سالها بودن و به هر حال از رده و دسته این شخص بودن، آیا این نوع صحبت ها در این مقطع زمانی که الان مردم و خانواده های دادخواه منتظر محاکمه تک تک این افراد هستن، آیا این افراد میتونن خودشون رو مبرا بکنن و از محاکمه خودشون رو نجات بدن؟ حالا منظورم الان مشخصا نیست، بالاخره بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تک تک اینها محاکمه خواهند شد. مسلما نه، به خصوص اینکه خیلی دروغ گفت. یعنی قشنگ میگفتش که پاسدارها در زندان کسی رو نمیزدن، باید از دادسرا میومدن مثلا تو زندان میزدن. من خودم سال 64 زندان بودم، مگه پاسدار میومد بره از دادسرا اجازه بگیره ما رو کتک بزنه؟ هر موقع دلشون میخواست آدم رو میزدن. اصلا شما با صحبت های آقای تغییر رحمانی گوش بدید، میگه تغییر رحمانی که مخالف این نظام نبود، خودش مسلمان بود و مسلمان زاده بود و هنوزم یه جورایی داره سعی میکنه این نظام رو حفظ بکنه. اصلا توی کلاپاس اعصابش خورد شده بود از تعریف میکرد از 7 سال زندان خودش، 10 سال زندان خواهرش و بلاهایی که در دهه 60 به سرش آوردن و کتکهایی که خورده، فشارهایی که بهش اومده. یعنی این آقا واقعا قصد سفید نمایی داشت و همش میگوش که من اصلا اونجا بودم که بتونم به زندانیا کمک بکنم. یعنی اصلا کم مونده بود بگه که مثلا یه پارتیزانی بوده رفته بوده اونجا زندانی نجات بده. اما که به دروغ گفتش که زندانیا رو می‌بردن به استخر، من می‌خواستم به اینا کمک کنم، که یکی از زندانیا اومد و اشاره کرد گفتش که شما زندانیا به استخر می‌رفتن، فقط پاسدارا می‌رفتن، که مجبور شد یه جورایی این حرفش رو پس بگیره. به طور کلی میگم یک سری چیزای کلیشه‌ای رو که اومده بیرون و همه راجبش می‌دونیم تکرار کرد که در بین اون خودش رو نجات بده و از بار مسئولیت خودش کم بکنه. کمایی که وقتی که خانم خاطر معینی که برادرشون از کشته شده های هبت‌الله معینی از کشته شده های کشتار 67 از ایشون پرسید که محل دفن عزیزان ما کجاست، این برگشت گفتش که ما هم در جنگ مفقود الاثر داریم، اونها کجان؟ شما 8 سال جنگیدید، بر تبل جنگ کوبیدید، اصلا جنگ شما رو نجات داد، به قول خمینی برای شما نعمت بود، حالا جسد مفقود الاثرهای جنگتون رو از ما میخواید؟ شما 40 سال سر قدرت هستید، میخواستید برید مفقود الاثراتون رو پس بگیرید، مگه ما جلوی شما رو گرفتیم؟ حالا میومدید از خانواده های دادخواه طلبکارید که مفقود الاثرهای شما کجاست؟ اصلا این آدم ها به قدری بی شرم و بی آبرو هستن که آدم نمیدونه بهشون چی بگه. خیلی متشکرم، ممنون که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. ممنون از شما. بینندگان گرامی، یک گزارش تصویری از شعاردهی امشب به دست ما رسیده که توجه شما رو جلب میکنم. همونطور که مطلع هستید هر شب ساعت 9 شب شعاردهی شبانه صورت میگیره با پخش آژیر انقلاب در برخی مناطق شهرها به طور مشخص در شهر تهران. اما این شعاردهی شبانه طبق اطلاعاتی که به دست من از طرف اتاق فرمان رسیده در رابطه با محله تهران سر در تهران هست که در واکنش به سرود سلام فرمانده بسیجی ها که از مسجد پخش می شده این شعاردهی شبانه صورت گرفته. 9 خرداد 1402 آهنگ سلام فرمانده رو گذاشتم، خامنه‌ام در مقابلش این شعار بدن: مرگ بر خامنه ای ضحاک، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر خامنه ای ضحاک، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. 9 خرداد زنان و جوانان انقلابی تهران سر: مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور. و اما گروه هکری قیام تا سرنگونی سامانه نهاد ریاست جمهوری رو هک کرده و به اطلاعات 120 سرور ریاست جمهوری حکومت اسلامی دسترسی پیدا کرده. این گروه چندین سند محرمانه و خیلی محرمانه در پی این هک
منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با اعتراضات 1401 و معترضان به ویژه دانشجویان هست. در بندهای مختلفی از این گروه هکری گزارششون به ابعاد بسیار بسیار مختلفی اشاره شده. اما قبل از اینکه من به خلاصه از این گزارش اشاره بکنم، این رو بگم که مدیر کل روابط عمومی دفتر ابراهیم رئیسی با رد شایعه هک سایت ریاست جمهوری گفته هفته گذشته از نسخه جدید سایت رونمایی شد و امروز در تکمیل پروژه ارتقای امنیت سایت به طور موقت از دسترس خارج شد. اما بریم به سراغ یه خلاصه از گزارش هکی که صورت گرفته. در این گزارش هک شده آمده که مکاتبات مربوط به واگذاری 1,162,000 متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنی‌سازی فردو، بدهی‌های سوریه به ایران در بخش‌های غیر نظامی و غیر امنیتی که حدود 11.6 میلیارد دلار تا سال 1399 اعلام شده. گزارشی از اینکه نهادهای امنیتی از برخی از اعتراضات در مهر و آبان غافلگیر شده و پیشبینی و پیشگیری لازم را انجام ندادند. شمخانی در گزارش‌های خودش از ناهماهنگی نهادهای امنیتی سخن گفته و این پرسش رو مطرح کرده که این ناهماهنگی‌ها باید چگونه رفع بشه و اگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اجرا نشه چه کسی بازخواست شده. در این سند رئیسی به شمخانی اعتراض کرده که چرا گزارش تحلیلی این نهاد از اعتراضات مردمی بر اساس راهبرد اصلی علی خامنه‌ای تنظیم نشده. در این اسناد همچنین نامه معاونت سیاسی وزارت کشور به وزرای علوم و بهداشت درباره برخورد با دانشجویان و اساتید منتشر شده، مبنی بر ممنوع الورود کردن دانشجویان معترض، محروم کردن آنان از امکانات رفاهی، ملغا شدن اعطای مدرک تحصیلی و ممنوع الورود شدن دانشجویان به دانشگاه که از جمله این تصمیماته. یکی از این اسناد نامه فرمانده کل سپاه پاسداران به معاون اول رئیسی درباره دوربین‌های مداربسته مترو، هزینه نوسازی اونها و همچنین طلب شرکت مترو از دولته. حسین سلامی در این نامه اعلام کرده که دوربین‌های مداربسته و سیستم مانیتورینگ مترو در تهران فرسوده هستند و باعث کاهش بهره برداری از اونها در اعتراضات شده. فرمانده کل سپاه پاسداران در این نامه هزینه نوسازی دوربین‌های ایستگاه‌های مترو رو هم اعلام کرده که این هزینه برای هر ایستگاه حدوداً 1,600,000,000 تومان بوده. نیروهای مسلح در یک مورد 400,000,000 یورو ارز به بانک مرکزی فروختن. گزارش مطرح شده درباره فروش ارز حاصل از فروش نفت توسط نیروهای مسلح در بازار آزاد رو تکذیب کرده. نیروهای مسلح نفت خام رو از دولت تحویل گرفته و فروخته و پس از آن ارز حاصل از اون رو هم برخلاف مصوبات در بازار آزاد فروختن. این تنها یک در واقع خلاصه ای از سند چند صفحه ای از این در واقع هکی هست که توسط گروه هکری قیام و سرنگونی از سامانه ریاست جمهوری حکومت اسلامی صورت گرفته. اما اینجا من میخوام گفتگو رو شروع بکنم با کاظم نیکخواه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه پخش مستقیم. با درود شما شیرین شمس و همکارانتون و بینندگان عزیز، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. کاظم نیکخواه، با توجه به اینکه دفتر ابراهیم رئیسی اصلا رد کرده همچین هکی رو و کتمان کرده و گفته که ما داشتیم سایت رو در واقع درست میکردیم و به طور موقت از دسترس سایت نهاد ریاست جمهوری خارج شده، اما کلا به این گزارش که برمیگردیم گزارش تکان دهنده ای هست از
این در واقع آنچه که داره در حکومت جمهوری اسلامی میگذره که بر پایه در واقع غارتگری های بسیار بسیار کلان هست. شما چه ارزیابی از این حک میکنید و در این گزارشی که من الان فقط یک گوشه خلاصه ای از اون رو اینجا عنوان کردم؟ بله خیلی روشنه که اسنادی که رو شده واقعیه و موارد مثلا هم واقعیت جمهوری اسلامی رو بیان میکنه از زاویه اصطلاح تلاش برای کنترل، سرکوب، سانسور و همه اینها و بعد اصطلاح سرمایه‌گذاری هایی که میکنن تو همین رشته ها برای اینکه فضای اعتراض رو عقب برونن و بعد رقابت هاشون، کشاکش هاشون. در این حال یه جنبه دیگری که از این اسناد مدام داره هی رو میشه به هم ریختگی جمهوری اسلامی است که من فکر میکنم که نهادهایی از خود حکومت اصطلاح اسناد رو لو میدن، میفروشن، رو میکنن و در این حال مثلا یه نمونهش فرض کنیم مربوط به کنکور بود که معلومه سوالات کنکور رو میرن میفروشن و برای اینکه اینا اصطلاح فروخته نشه اینترنت رو قطع میکنن. اینا اسنادیه که مثلا اتفاقات واقعیه که مردم ازش خبر دارن. منظورم خب اینا اسناد زیادی رو شده، باید اینا رو بررسی کرد و جوانب مختلف شروع کرد، ولی به طور کلی جنبه مشترکی که تو همه موارد این چنینی خودش رو نشون میده هم در همریختگی حکومت، هم فساد عمیق تو سر تا پای حکومت، رشوه گیری، نمیدونم خرید فروش اطلاعات و غیره و غیره و هم به هم ریختگی که با هم دیگه رقابت میکنن یا اطلاعات میفروشن، اطلاع میدن و غیره و غیره. این وضعیت حکومتیه که تو موقعیت کنونی ای مدام داره این جنبه ها بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده و رو میشه و افشا میشه. کاظم نیک‌خواه، شما به هم ریختگی حکومت اشاره کردید. خب ما همه میدونیم جمهوری اسلامی در وارون جلوه دادن حقیقت شهره خاص و عام هست و همیشه سعی میکنه که روی حقیقت درپوش بذاره یا اون رو وارونه جلوه بده. خود یه همچین اسنادی و افشا شدن از لایه‌های عمیق حکومت جمهوری اسلامی آیا میتونه هزینه‌ای هم برای این حکومت داشته باشه؟ ما خودمون میدونیم که جمهوری اسلامی قبول هم نمیکنه، کتمان میکنه. همین الان اومده اینو رد کرده و گفته اون لحظه که سایت از دسترس خارج بوده در حال تعمیر بوده. اما آیا انتشار یک همچین در واقع واقعیت هایی میتونه هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی داشته باشه و از طرف دیگه رو خود جامعه چه تأثیری میذاره، رو توده مردم چه تأثیری میذاره؟ قطعا برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی داره، از این نظر که مثلا پشت پرده حکومت رو بیشتر برای مردم و افشا میکنه، وضعیت حکومت رو جلو چشم قرار میده. یادتونه مثلا مذاکرات و اعترافات فرماندهان سپاه که یک نمونه بسیار بسیار جالب بود و صحبتاشون با خامنه ای که نیروها دارن فرار میکنن و غیره و غیره، اینها رو حتی حک شد و رو شد و در اختیار مردم قرار گرفته و همه اینا تأثیر سیاسیش، اولین تأثیر سیاسیش اینه که مردم بیشتر و بیشتر متوجه میشن که انقلابشون، اعتراضاتشون ضربات کاری به این حکومت زده و این تو فضای ذهنی جامعه، تو روحیه اعتراضی جامعه، تو امید سرنگونی جامعه تأثیر میذاره و از این نظر در مثلا هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی داره. چند باید دیگری هم در رابطه با دولت ها و غیر و غیر، ولی از این نظر به نظر من تأثیرش بسیار بسیار این است که مردم رو متوجه میکنه. هر کسی رو تو این جامعه که همه کسی که مثلا ممکنه فکر کنن که خب جنگیدیم، اعتراض کردیم، هنوز جمهوری اسلامی سر جاشه، متوجه میشه که جمهوری اسلامی سر جاش نیست،
یعنی ضربات مهلکی خورده که این حکومت را این مدام به مرگ و سرنگونیش نزدیکتر کرده. خیلی متشکرم کاظم نیکخواه، همراه ما باشید. این برنامه پخش مستقیم بخشن اختصاص داره به فراخوانی که برای 2 روز اعتراضات سراسری در ایران و 1 روز در خارج از کشور داده شده. من در حضور شما به این فراخوان اشاره خواهم داشت و بعد برمیگردم به شما. فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی که در بیانیش آمده فراخوان ما به همه انقلابیون زن زندگی آزادی، مردم همبسته، مبارز و آزادی خواه سراسر کشور، تجمعات اعتراضی، راهپیمایی، تظاهرات و تسخیر خیابان‌ها و میادین اصلی شهر در اعتراض به اعدام‌ها برای نجات جان تمام عزیزانی که خطر اعدام تهدیدشان می‌کند و دادخواهی تمام مبارزین کشته شده راه آزادی و همچنین گرامی داشت یاد تمام جان باختگان انقلاب زن زندگی آزادی است. 4 خرداد ساعت 10 شب در این فراخوان تاکید شده به دلیل تغییر چند باره زمان بازی فوتبال، اگر مجدداً زمان بازی تغییر پیدا کرد، 4 شنبه بعد از پایان بازی فینال جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس، جمعه 12 خرداد ساعت 3 بعد از ظهر همزمان با 40مین سالگرد قتل عام معترضین در مهاباد توسط نیروهای جمهوری اسلامی و در ادامه ساعت 8 شب تداوم اعتراضات. در این فراخوان همچنین آمده ما همچنین از همه ایرانیان آزادی خواه و تمام احزاب، سازمانها، تشکلها، نهادهای مردمی و انسان دوست در سراسر جهان می‌خواهیم یاد جانباختگان انقلاب و به خصوص اعدام شدگان را گرامی داشته و علیه حکومت اعدام و شکنجه و برای نجات جان محکومین به اعدام تجمعات وسیع اعتراضی سازمان دهند. شنبه 13 خرداد برابر با 3 ژوئن در سراسر دنیا شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی. همونطور که ملاحظه کردید این فراخوان برای 2 روز چهارشنبه 10 و جمعه 12 خرداد در داخل ایران برای اعتراضات سراسری و همچنین شنبه 13 خرداد در شهرهای خارج از کشور هست. و یک گزارش تصویری دیگر که از فراخوان‌ها خواهیم دید، تا اینجا گزارشاتی رو دیدیم از اقداماتی که زنان و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان در محله‌های مختلف در شهرهای مختلف برای اطلاع رسانی هرچه بیشتر و دعوت از عموم مردم برای پیوستن به این فراخوان در کف خیابان‌ها اعتراضات سراسری دیدیم. با هم یک گزارش تصویری دیگر ببینیم از اقدامات میدانی قبل از این فراخوان.
گزارش تصویری بود از اقدامات میدانی در رابطه با اطلاع رسانی و آماده کردن فضا قبل از دو فراخوان چهارشنبه 10 خرداد و جمعه 12 خرداد در داخل ایران. کاظم نیک‌خواب به شما برمیگردم. بخش زیادی از اسناد افشا شده به مسئله سرکوب‌ها برمیگرده و چه هزینه نجومی و سنگینی که جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات در انقلاب زن زندگی آزادی به طور مشخص انجام شده، ولی ما می‌بینیم که با ادامه فراخوان‌ها و تداوم اعتراضات خیابانی انقلاب زن زندگی آزادی به اشکال مختلف ادامه داره و مشخصاً فراخوان دو روزه‌ای که همین الان با هم ملاحظه کردیم. به نظر شما این فراخوان‌ها چقدر و پیوستن مردم در کف خیابان‌ها به اعتراضات چقدر نسبت به گذشته جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده علارغم این هزینه هایی که جمهوری اسلامی انجام داده؟ ببینید، کلن تو دوره ای هستیم که جامعه یک پارچه مصمم هست که خودش رو از شر جمهوری اسلامی خلاص کنه و طیف ها و اقشار و طبقات مختلف اجتماعی به اشکال مختلفی به درجات مختلفی میخوان و تلاش میکنن سهیم بشن در این انقلاب برای اینکه این حکومت منفور رو از صحنه جارو کنن. در نتیجه این فراخوانایی نیست که اصطلاح رو هواست، فراخوانایی که به مردمی رجوع میکنه که فلحال سرنگونی طلبن، انقلاب رو میشناسن، خودشون رو جزی از این انقلاب میدونن و این فراخوانا هماهنگ میکنه مردم رو که به اصطلاح خود در محلات مختلف، در شهرهای مختلف، در دانشگاه ها و در همه جا تو شرایط متفاوت بپیوندن به این انقلاب و به نظر من بسیار بسیار مؤثر، بسیار بسیار مهم هستش و من امیدوار هستم که بتونیم در آینده نزدیکی به با خیزش ها و قیام وسیع و سراسری فضا رو بر جمهوری اسلامی بسیار تنگتر کنیم. جمهوری اسلامی با همین اسنادی که رو شده نشون میده که گفتم در هم ریخته است، سرمایه گذاری های عظیمی داره برای سرکوب میکنه ولی حتی برای استخدام نیرو کم دارن، یعنی حاضر نیستن خیلی ها به نیروی سرکوب این حکومت بپیوندن، خیلی هاشون دارن فرار میکنن، خیلی هاشون حاضر نیستن به مردم شلیک کنن و برحال روحیه هاشون رو باختن و غیره و غیره، بساطشون جمع میکنن فرار میکنن، از کشور خارج میشن. این وضعیت حکومت هست که در اسناد افشا شده هم گوشه هایش رو میتونیم ببینیم و به نظر من این فراخوان ها میتونه فاز دیگری رو، فاز جدیدی رو در انقلاب زن زندگی آزادی رقم بزنه و این جنبه بسیار تو چشم‌انداز دیده میشه. متشکرم از شما کاظم نیک‌خواب که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. ممنونم.
بینندگان گرامی، برنامه پخش مستقیم اینجا به پایان میرسه. همچنان بیننده تلویزیون کانال جدید بمانید. فراخوان چهارشنبه دهم و جمعه دوازدهم اعتراضات سراسری رو اطلاع رسانی بکنید از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تلگرام، از طریق توییتر، از طریق اینستاگرام و واتساپ دوستانتون اطلاع بدید. در هر جای ایران که هستید فردا ساعت 10 شب بپیوندید به جوانان، زنان، نوجوانان، دانشجویان، دانش آموزانی که در خیابان هستند در تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی. همچنین اگر در خارج از کشور هستید، طبق فراخوان شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی، در محل زندگی خودتون اگر امکان برگزاری تجمع اعتراضی دارید حتما این کار رو بکنید. اگر تجمع اعتراضی برگزار میشه شما هم بپیوندید و فریاد اعتراض علیه اعدام و فریاد اعتراض علیه فقر و فلاکت در ایران باشید. اینجا من شیرین شمس به همراه کیان آذر، مدیریت تلویزیون کانال جدید و همکاران این برنامه میثم عتیق، علی دباغی و مهزاد خرد شما رو به لحظات خوبی میسپارم.